خب بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوارم که کنفرانس در واقع تا اینجا خوب بوده باشه و انشاءالله که اگر کم و کاستی هم بوده دیگه بر ما ببخشید. این چیزی که اینجا من میخوام خدمت شما بگم در واقع شاید یه مقدمه‌ای باشه برای برگزاری یه ورکشاپ سیم پیشرفته در آینده که سعیمون برای اینه که بحثای ریستر و جزئی‌تری که شاید توی دوره مقدماتی نشه گفت اینجا بگیم. دو تا از اون مباحث ویژه رو من انتخاب کردم برای جلسه امروزمون، یکی بحث تحلیل حساسیت مدل‌های سیستم دینامیکی با ونسیم و دیگری هم بحث کالیبراسیون، البته اپتیمیزیشن سیاست رو هم اینجا چون خیلی بحثی نداره خدمتتون عرض می‌کنم. بحث تحلیل حساسیت، خب می‌دونید اون چیزی که ما تو نرم‌افزار پی‌ال‌ای داریم که فری دانلود در اختیار همه هست، این دوتا قابلیتی که ما امروز می‌خوایم صحبت بکنیم رو نداره. یه نسخه پورتابلی از ونسیم وجود داره که حالا خوب یا بد یکی کرکش کرده و میتونید دانلود بکنید و از اون استفاده بکنید. البته خب ایوایی هم داره دیگه، یعنی خیلی وقتا کرش میکنه یا مثلا این مدلتون رو زود به زود سیو نکرده باشید یا ممکنه چیزایی از دست بره، ولی خب اون قابلیت هایی که امروز کار داریم رو داره. بس ما با ونسیم پی‌ال‌ای کار نمی کنیم. خب ما تعریف جنرالی که از تحلیل حساسیت هست، اگر من اینجا بخوام نشون بدم، که تحلیل حساسیت در واقع ما یه سری فرضیات یا یه سری مقادیر پارامترها رو توی مدل توی یک رنجی تغییر میخوایم ببینیم و ببینیم که خروجی های ما چقدر تغییر خواهد کرد. کیا نیاز به تحلیل حساسیت داریم؟ فرض کنید که من مقدار یک پارامتری رو حدودی میدونم، عدد دقیقی ندارم، میخوام بدونم که اگر عدد کم و زیاد بشه چقدر رو مدل من تأثیر میذاره. اگر رنج تغییرات من یهو بشه 60%، شاید من باید مطالعه بیشتری بکنم. ولی اگر رنج تغییراتم مثلا 15%، این مقدار از عدم قطعیتی که این طرف دارم رو میپذیرم. ولی اگر با یک دهم تغییر توی پارامتر نتایج من کن فیکون میشه، من دیگه نمیتونم به اون مقداری که دارم برای پارامتر میذارم اعتماد بکنم. مدل خیلی حساسه نسبت به اون. پس ما تحلیل حساسیت رو انجام میدیم، یک اونجایی که عدم قطعیت داریم ببینیم نتیجه چی میشه، دو یه جاهایی هم تحلیل حساسیت تست مدله، یکی از تست های اعتبار سنجی مدل هم تست حساسیته. یعنی تعریفی که از سیستم داریم اینه که مجموعه ای از انتیتی هاست که با هم ارتباط دارن و رفت و هر کدوم از اینها میتونن رفتار کل تأثیر بذارن. تعریف ما سیستم، تعریف جنرالی که داریم. خب اگر من یه پارامتر رو عوض بکنم و رفتار متغیر اصلیم عوض نشه، خب یه جایی کار میلنگه دیگه، یعنی حساسیت نداره. اگر حساسیت نداره یا معادله من اشتباهه یا اصلا پارامتر رو نباید مدل میکردم اصلا. پس در هر دو صورت به لحاظ ولیدیشن هم ممکنه من دچار مسئله باشم. تحلیل حساسیت میتونه یک متغیره یا چند متغیره باشه، یعنی شما حساسیت مدل رو نسبت به یک پارامتر بسنجید یا همزمان نسبت به چند تا پارامتر بسنجید. خب در مورد تحلیل حساسیت و کالیبراسیون و اپتیمیزیشن توی ونسیم، یک واقعیتی که وجود داره اینه که شما اگر به صورت دستی هم انجام بدید رو هیچ اتفاقی نمیفته. تقریبا یه مقاله رو میخوندم نوشته بود که تحلیل حساسیت و کالیبراسیون اگر توسط مدل ساز حرفه‌ای انجام شه، تقریبا یه در واقع آزمایشگاه طراحی کرده بود و افراد گذاشته بود و با نتایج اپتیمیزیشن اتوماتیک مقایسه کرده بود، دیدید که اینا اختلاف معناداری با هم نداره. اگر مدل ساز حرفه‌ای باشه و بتونه تشخیص بده که کدوم محدوده از اون فضای شدنی رو من میتونم کار بکنم باهاش، خروجی که کالیبراسیون یا تحلیل حساسیت دستی داده بود تقریبا با خروجی اتوماتیک یکی بود. فقط طبیعتا زمان میبره و این زمان هم خودش مسئله یه دیگه، یعنی زمانی که میبره تا شما فرض کنید توی کالیبراسیون یا تحلیل حساسیت بخواید 5 تا پارامتر رو انجام بدید، خب این 5 تا رو تا دستی بخواید دونه دونه ترکیب‌های مختلفش رو تست بکنید خب زمان می‌بره. پس اتوماتیک از این جهت.
نرم افزار چیکار میکنه؟ ما در واقع یک شبیه سازی مونت کارلو داریم که یک در واقع توی فرایند اتوماتیکی از اون فضای شدنی که داریم میگیم نمونه گیری انجام میشه و اون نمونه ها تو نرم افزار ران میشه و خروجی ها به شما نمایش داده میشه. بیس کار یعنی بر اساس مونت کارلو میره جلو. برای مدل های خیلی بزرگ گزینه دیگه توی نرم افزار هست که اون رو باید فعال کنیم، ولی برای مدلایی که ما باش کار میکنیم اینجا داریم تقریبا دیفالت نرم افزار کار رو جلو میبره و ما عملا میتونیم صدها بار شبیه سازی انجام بدیم و تحلیل حساسیت مدل رو بسنجیم. تقریبا بعد از این نمونه گیری یه نکته‌ای که توی نمونه گیری وجود داره توزیع تصادفی اون فرآیند نمونه گیری ما هست. توی نرم افزار ونسیم شما میتونید انواع این توزیع ها رو داشته باشید، از توزیع یک نواخت، تصادفی یک نواخت، یا توزیع نرمال، یا توزیع های دیگه که الان نرم افزار رو باز میکنم و میتونید با هم دیگه ببینید. خب اولین کاری که توی فرایند تحلیل حساسیت ما داریم شناسایی پارامترهایی که قدم قطعیت توشون وجود داره که اولا اون پارامترها رو درست شناسایی بکنیم. کلا وقتی کار اتوماتیک میشه و پای نرم افزار میاد وسط، دکتر مشایخی توی صحبتاشون دیروز بود که نرم افزار وقتی میاد وسط مدل سازی فراموش میشه. اینجا همینطوره، وقتی این اتوماتیک بودن اتفاقا میاد وسط، خب یکی میگه خب حالا 20 تا رو میذاریم تحلیل حساسیت بکنه. این تحلیل حساسیت باید معنا داشته باشه، یعنی ما کدوم پارامتر رو برای چه هدفی داریم حساسیتش رو میسنجیم کاملا باید معنادار باشه و یه وسواس خیلی زیادی اینجا باید داشته باشیم. خب یه سری کانستنت ها یا پارامتر ها رو ما مقدار دقیقش رو میدونیم، سیاست هایی که خود ما میگذاریم، مثلا میگیم ضریب بودجه فلان رو بذارید 20%، خب این که عدم قطعیت نداره. ولی اگر بخوایم ببینیم که حساسیت مدل نسبت به میزان بودجه چقدر میتونیم تست بکنیم، پس انتخاب اینها مهمه. یه وقتایی هم ما در واقع یه رنجی از تغییرات داریم، مثلا میگیم توی این چند سال گذشته بودجه بجای چند درصد بوده، میگیم حدود 20%، چقدر بین 18 تا 22 بوده تقریبا. ببین ما رنج داریم، بعضی وقتا اطلاعات دقیق داریم، بعضی وقتا اطلاعاتمون حدودیه، بس باید حواسمون به این باشه. خب راجب تا به توضیح اینجا در واقع صحبت شده، من این اسلاید رو بزنم و توضیح بدم. خب راجب تا به توضیح اینکه چه توضیح استفاده کنیم، عمدتا از رندوم یونیفرم استفاده میشه به دلیلی که ما یک محدوده رو میدیم، میگیم توی این محدوده حدود مثلا 15 تا 25 درصد این پارامتر من یا بین 1 تا 10 یه تابع یک نواخت بهش میدیم. بعضی وقتا ما میانگین رو میدونیم، میگیم درسته این بودجه بین 15 تا 25 درصد بوده ولی متوسط رو 20 درصد میچرخه، پس ما میتونم یک تابع توزیع نرمال بگم که مین و ماکسش رو میدونم، میانگینم میدونم حدودا کجاست، پس یه تابع بلشه به یه توزیع زنگوله مانند دارم، میتونم اینجا از اون استفاده کنم. یه وقته ای مثلا گاوسی میشه یا چله به چپ یا به راست، اینا رو میدونم. هر چقدر اطلاعات من نسبت به اون عدم قطعیت کامل تر باشه تحلیل حساسیت مطمئن تر و دقیق تری خواهم داشت. ولی عمدتا گفته شده که جایی که خیلی اطلاعات ندارید و رنج رو فقط میدونید، خیلی به خودتون دردسر ندید، تابع توزیع یک نواخت رو بگذارید و خودتون رو خلاص کنید. ولی اگر اطلاعات دارید خب هرچی بهتر اینها رو برید جلو میتونید کار دقیق تر بکنید. خب من راجع به این مدلی که الان اینجا هست یه توضیح خدمت شما بدم که این مدل در واقع چیه و چی کار میخواییم بکنیم. یه مدل ساده از توسعه مسکن و جمعیت توی یک شهر، توی منطقه است که یه تعداد خانه‌ای که ساخته شده است، نرخ ساخت، نرخ استهلاک، این طرف ما جمعیت رو داریم، ایمیگریشن، اوت میگریشن و نرخ خالص مردمی رو داره. وقتی خونه موجوده نسبت جمعیت به خونه تعیین کننده است که من ایمیگریشن داشته باشم یا اوت میگریشن داشته باشم. اترکتیونس برای ایمیگریشن رو معلوم میکنه که من هاوسینگ ریت هم چقدره، از در واقع هاوسینگ دیزایر که از پاپولیشن میاد
و از هوسینگ ساپلای داره ورودی میگیره. هر چی این نسبت بالاتر بره، یعنی مردم همه خونه دارن به اندازه کافی، هر چی این نسبت کمتر میشه، یعنی خب خونه به اندازه کافی نیست، پس از اتیویتنس میگریشن کم میشه و اینا اوت میگریشن در واقع رشد میکنه. در واقع این مدل داره موازنه بین مسکن و جمعیت رو داره توی یک منطقه داره به ما نشون میده. خب ما هم تحلیل حساسیتمون رو هم اپتیمیزیشن رو همین مدل انجام میدیم. من مدل رو ران بکنم تحت عنوان بیس ران. خب من رفتارها رو اینجا میتونم خدمت شما نشون بدم. همونطور که انتظار داریم طبیعتا اینا به اشتباه میرسه، یعنی وقتی زمینمون محدوده ساخت و ساز میاد به یه جایی به اشتباه میرسه دیگه، همونقدی که خونه استهلاک میشه ساخته میشه، جمعیت هم دیگه به اشتباه رسیده دیگه. پس ما هاوسینگ کانستراکشن ریتمون رو داریم که یه پیکی طبیعتا میزنه، کل خونه های در دسترس که به اشتباه رسیده، اینم داده تاریخیمونه، توی قسمت کالیبراسیون ازش استفاده خواهیم کرد. و جمعیت رو داریم که خب جمعیت هم همون حالت اشتباه رو داره، مثلا درصد اشغال زمینه میبینید داره به 100% نزدیک میشه. این کل مدل. برای تحلیل حساسیت خب من اول اینجا اسمش رو باید عوض بکنم. کاری که اینجا باید انجام بدیم، یه گزینه اینجا نمیدونم چقدر بزرگ دیده میشه به اسم مونت کارلو وجود داره. من بعد از اینکه اسم شبیه‌سازیمو عوض کردم میرم تو قسمت مونت کارلو. این پنجره، پنجره‌ای که باز میشه، اولا یه فایلی هم اسم مدل شما که اسم مدل من این بوده با پسوند .vsc که همون سنسیتیویتیه اونجا ایجاد میکنه. آپشنایی که اینجا داریم، اولا تعداد شبیه سازی که من چند بار شبیه سازی رو انجام بدم که اینجا دیفالتش 200ه، میتونید بیشتر یا کمترش بکنید. یه نویسید میخواد که یه عددی رو باید بذارید که برای اینکه اون تابع توزیع رندوم رو ازش استفاده بکنه. اینجا میتونید تعیین بکنید که مولتی وریت باشه، یونی وریت باشه. این لاتین گرید و لاتین هایبر کیوب هم برای مدل های خیلی بزرگ کاری باش فعلا نداریم، پس روی گزینه مولتی وریت بمونه. اینجا ما باید تو قسمت پارامتر که این بر هست، پارامترهایی که میخوایم اونها رو تغییر بدیم ببینیم چه اتفاقی میفته رو ببینیم. خب یه کاری که میشه انجام کرد که تحلیل حساسیتش رو بسنجیم، مثلا لند پر یونیت یا مثلا یونیت پر پرسنه که در واقع هر چند نفر یه خونه میخوان یا هر خونه چند متر میخواد. خب من این دوتا رو میذارم، میام گزینه پارامتر رو میذارم، لیست پارامترهای مدل من رو اینجا به من نشون میده. لند پر یونیت رو انتخاب میکنم. اولا از شما دیستریبیوشنش رو میخواد، من میگم همین رندوم یونیفرم بمونه. اینجا توی این قسمت مقدار پارامتر رو در حالت بیسران داره به ما نشون میده که عددش یکه. مثلا من میگم فرض کنید که بین 8 و 1.2 باشه، فرض کردم 0.2 کم و زیاد، تابعش هم که رندوم یونیفرمه. خب من اینو اد میکنم، این اینجا لند پر یونیت رو با توزیع یونیفرم و بین 0.8 و 1.2 گذاشت. خب یه پارامتر دیگه هم میذارم که یونیت پر پرسن بود، این هم مقدارش 0.4 ولی توزیعش رو میذارم، چون اینجا ببینید انواع توزیع ها رو داریم دیگه، ولی من توزیع نرمال رو انتخاب میکنم. توزیع نرمال رو که میزنید مینیموم ولیو رو میخواد، ماکسیموم ولیو رو میخواد، میانگین رو میخواد، استاندارد دیویشن از شما اینها رو خواهد خواست. من مینیموم رو میزنم عدد مثلا فرض کنید 25، این برم میزنم 55، میانگینش هم همون 0.14 میذارم، استاندارد دیویشنش هم میذارم 500. خب حالا باز اینکه ما این اطلاعات از کجا میاریم خودش یه مسئله است دیگه، که این دیتایی که ما الان همینطوری داریم فرضی میذاریم از کجا اومده، چه تحلیلی چه کار آماری انجام شده که این دیتا مثلا خبره سنجی شده بر اساس نظرات خبرگان، نقطه‌هایی که دادم من رفتم توضیح فید کردم، یعنی یه کارهای آماری و ریاضی پشتش باید انجام بشه. بعدن اینا هم همون وارنینگایی که داده میشه که آقا اینا درسته کار با نرم افزار ساده است، ولی باید پشتش کارهای انجام بشه، اینجا فقط پیاده سازی بشه کارهایی که باید انجام. بعد اینم من اد میکنم. تو قسمت بعد خب ما باید اینجا
متغیرهایی که می‌خوایم تعیین حساسیت اونجا به ما نشون بده رو باید انتخاب بکنیم. طبیعتاً اگر همه متغیرها رو انتخاب کنیم مدافع سنگین میشه دیگه و حجم زیادی رو ممکنه بگیره یا سنگین ران بشه. من اینجا چند تا متغیر برام مهم بوده، مثلا شاید هاوسینگ ریت برام مهم بوده یا کانستراکشن ریت رو مثلا میزنم، اینجا سلکت رو میزنم و هاوسینگ کانستراکشن ریت رو میزنم، چون کار در واقع مدلمون خیلی داریم همش فرض میکنیم خیلی نگران نیستم که این چیه، کارمون تمومه و فینیش رو باید بزنیم. وقتی فینیش رو میزنیم روی هاوسینگ ریت من کلیک میکنم و این بار گزینه گراف رو نمیزنم دیگه، چون اگه گراف بزنم که نمودار بیسران منو بهم میده، من گزینه سنسیتیویتی گراف رو میزنم. اینجا به من نموداری خواهد داد که طبیعتاً اینجا چون بیسران هم دارم، این نمودار تحلیل حساسیت هم دارم، هیستوریکال دیتا هم که اینجا حتی ندارم، اینجا خود شروع شده، ولی یه نمودار این رنگی به من میده. بذارید من از تو نمودار بیسران رو خارج بکنم که یه خورده اونجا از شلوغی بیفته. نموداری که من میگیرم نمودار این شکلی خواهد شد که در واقع یه خط ثابت داره که هم حالت بیسران منه، اون خط آبی که اون وسط افتاده و داره فاصله اطمینان رو هم میگه که 100% سیمولیشن ها توی این توسی رنگ بیرونی افتاده، 95% فاصله اطمینان من اینجاست، بعد 75% هم سبز است، بعد 50% هم اینجاست. نشون میده که اولا این چه رنج حساسیتی داره، کدوم بازه‌های زمانی حساسیت این متغیر نسبت به اون دو تا پارامتر بیشتره و اینکه کلا رنج تغییرات چقدره. خب ممکن بود من این تعیین حساسیت رو انجام میدم مثلا یه چیز باریکی در میومد یا یه چیز پهن‌تری در میومد. حالا من چه استفاده از نتایج این میتونم بکنم؟ یه نمودار هیستوگرام هم داره، اونم عرض میکنم. خب یه وقتایی ما تعیین حساسیت رو تو سیاست‌گذاری هم ازش استفاده میکنیم. مثلا فرض کنیم 5 تا اهرم سیاست‌گذاری دارم، حالا رو کدومش وقت بذارم تعیین حساسیت به من کمک خواهد کرد که اگر میخوای متغیر فلان تغییر بکنه بهتره رو پارامتری وقت بگذاری که بیشترین تغییرات رو ایجاد بکنی باهاش دیگه. پس من میتونم پارامترها رو دونه به دونه انتخاب بکنم و پارامتر حساس رو پیدا بکنم. باز یه آفتی که دوباره نرم افزار داره تو قسمت کالیبراسیون یا قسمت پالیسی اپتیمیزیشنش اینه که ما یه مش پارامتر سیاست گذاری رو بدیم، بعد اونم اپتیمایز میکنه یه سناریو خوب، یه سیاست خوب هم با هم میده، میگیم خب پس اگر این تغییرات رو توی پارامترها بدیم بهترین خروجی رو خواهیم داشت. این باز دو یکی از اون پیتفالاست دیگه. یعنی ما اول باید انتخاب بکنیم به عنوان تحلیلگر سیستم که کدوم پارامترهای سیاست گذاری اثرگذارن با تعیین حساسیت در میاد، بعد بریم اونا رو همینطوری یه بنده خدایی ماش مثلا من جو گندمی بوده میره آرشگاه میگه این سفیداشو اگه میشه بزن، بعد آرشگرم از ته همه رو میذاره میگه حسن نرم بخواد سوا کن. خلاصه اول با سوا بکنیم، در هم و بر هم نمیشه کار سیاست گذاری انجام داد. چون اون طرف هم اگر لایه اجرا رو در نظر بگیریم طبیعتاً تو حوزه اجرا هم هیچ سیاست گذاری هیچ مدیری نمیتونه همزمان 5 تا سیاست رو با هم ببره جلو. اگر ما بتونیم یه دونه یا دو تا سیاست خوب بهش بدیم که همونا رو اجرا بکنه، یکی از کاربردهای تعیین حساسیت اینجاست که ما پارامترهای حساس رو بسنجیم و پیدا بکنیم. خب این از یه مسئله. مسئله بعدیمون بار گرافه، یعنی همون متغیری که من دارم رو اگر روش کلیک بکنم، فقط روی بار گراف قبلش باید یه کلیک راست بکنید. خب این معنی اگر یه پارامتری رو مثلا توی رنج 30% کم و زیاد، الان اینجا ندارم توی این مدلم، توی رنج 30% کم و زیاد بکنم، نمودارم 0.1% جابجا بشه، محل سوال دیگه که این چرا تغییر نمیکنه وقتی، یعنی یا معادلم حساس نیست نسبت به پارامتر رو باید مدل میکردم در مرزهای مسئله ولی معادلم مشکل داره، یا اینکه اصلا در مرزهای مسئله نباید اینو میدیدم، مثلا باید حذف بشه. وقتی حذف کتاب آقای مایکل پیت مدلسازی سیستم افسر اجتماعی رو یه نگاهی بکنید، یه سری اصول مدلسازی میگه، اولی اصلش اینه، میگه پیچیده فکر کنید ولی ساده مدل کنید. یعنی مدل ها افسرتی از دنیای واقعی هستند دیگه، وقتی من پارامتر رو حذف میکنم و هیچ تأثیری تو مدلم نداشته باشه حذف میکنم، چرا پیچیده بکنم مدلمو؟ حذف میکنم ببینم مخاطب راحت‌تر بفهمه مدل، چون ما از یه دنیای پیچیده میخوایم مدل ساده بسازیم که فهم بهتری ایجاد بشه دیگه. پس اونجا شاید به این دلایل به درد بخوره. که داریم
داریم حذف می‌کنیم، ممکنه حذفش مدل رو با اشکال مواجه کنه، مثلا جزء قابل بررسیه. قابل بررسی لزوما نیستش که هر چی تعریف حساسیت قابل بررسی کم هست رو بتونیم حذف قابل بررسیه. یعنی باید حداقلش اینه که باید سوال بپرسیم راجبش که من این پارامترو چیکار بکنم حالا که حساس نیست، اصلا کاری باید بکنم. قابل بررسیه، باید بررسیش. در مورد بارگراف فقط باید کلیک راست بکنید. از این قسمت اولا توی نمودار میله‌ای یا هیستوگرام از شما میخواد که من تو چه زمانی به شما بگم تو چه بازه‌هایی چند تعداد سیمولیشن افتاده. بارگراف برای چیه کلاً؟ بذارید من نمودارشو بزنم بیاد یه توضیح بدم برمیگردم. میخواد بگه توی زمان، مثلا من اینجا زمان سی رو تعیین کردم، توی زمان سی چند تا از سیمولیشن ها افتاد توی عدد 780 تا 840. فراوانی نمودار من رو فرمانی دیس تا سیمولیشنی که انجام دادیم رو میخواد بگه چند تاشون اینجا افتاد، چند تاشون اینجا افتاد، چند تاشون اینجا افتاد. باز از این من ممکن استفاده بکنم دیگه، محدوده هایی که بیشتری فراوانی دارن رو ممکنه برای من معنادار باشه. فقط باید کلیک راست بکنید. این از حالت دیفالت خارج شده دیگه، چون من تنظیم کردم. اولا ات تایمش رو باید معلوم کنید که من نمودار میله‌ای رو برای چه زمانی به شما بدم، استارت، فینیش یا یه زمان خاص. مثلا من گفتم زمان سی بهم نشون بده، دلیلش این بوده که این نمودار اینو دیدم که تو این بازه سی رنج تغییرات زیاده، خواستم فقط تغییرات نمودار رو ببینیم. و اینجا هم گزینه سیمز رو باید فعال بکنید که به شما خروجی‌ها رو بده. تعداد بارها رو هم اینجا میتونید معلوم کنید. الباقی چیزاش دیگه خیلی چیز جدی نیست. من چون میخوام توی زمان مشخصی تموم کنم، اگر تعداد این رو کم بکنید طبیعتاً نمودار با تعداد میله کمتری به شما خواهد داد و از این میتونید استفاده بکنید برای تحلیل‌هایی که روی مدل میتونید انجام بدید. سی همون زمانی بود که توشون وریشن زیاد داشتیم. سی میتونید یه بازه ای از 0 تا 100 بهش بدید دیگه، هر زمانی که میخواید. خب من سی رو دادم چون اینجا رنج زیاد بود، که نمودارش یه خورده از اون حالت تمرکز در بیاد. بله، این نمونه تحلیلی که براتون تحلیلی که بارگراف به شما میده، شما توی زمان شاید برات خیلی مهم باشه که بدونی درست رنج از بین مثلا 500 تا به فرض 1500، ولی کدوم محدوده هست که بیشترین فراوانی رو داره به من میده. خب از این جهت ممکنه برات مهم باشه که خودتو برای این آماده بکنی که اگه سیاست گذار هستی که احتمال زیاد تعداد رخدادهای توی این بازه بیشتر از هم هست. مثلا فرض کنید شما یه صندوق بازنشستگی داری و این متغیر جمعیت بازنشسته هاتون یه رنج به شما داده از بین 6 میلیون نفر تا 12 میلیون نفر، ولی 80% داده هاتون توی 7.5 تا 8 میلیون نفره. پس شما وقتی میخوای ظرفیت سیستمتو بشینی برای اون محدوده میشینی، درسته؟ پس میگه وقتی بیشترین سیمولیشن ها توی این محدوده میفته، من دیگه نیازی نیست اندازه 12 میلیون نفر پرسنل داشته باشم، اندازه 7-8 میلیون نفر میذارم، بعدش هم با اضافه کاری حل میکنم. پس اونجا میتونی همچی استفاده هایی ازش بکنی. یه کار دیگه که فقط مون یادم رفت توی نمودار قبلی بگم، شما رو هر کدوم از این ابزارها کلیک راست بکنید، تنظیمات نمودارش میاد دیگه. رو همین تایل حساسیت کلیک بکنید، میتونید بگید به جای اینکه در واقع کانفیدنس باوند ها رو به من بده، individual trace ها رو به من بده. اینو که اوکی میکنید نمودارش رو میزنید، کل این خط های شبیه سازی، حالا اینجا چون تعداد شبیه سازی هم زیاده سیاه شده، در واقع 200 تا نمودار اینجا کشیده. ممکنه یکی بگه باز اینطوری نمودار برای من نکته ای داره، میخوام ببینم. اینم حالا یه چیزیه که شما اینجا رو هر کدوم از اینا کلیک بکنید میتونید بگید که کدومو نشون بده. حتی بازه ها رو میتونید بگید. باز ممکنه یکی بگه من فاصله دیفالت 50-75-500 رو نمیخوام، مثلا میخوام بگم 10 فلان، خودش تنظیم بکنه دیگه. این تنظیمات چیزایی که عملا ما توی یک ساعت فقط میتونیم کیبوردا رو بدیم دیگه. کیبوردا دست شماست، شما برید خودتون ببینید که چیکار میشه. این رو نویزی یه عدد دیگه، شما اگه کد نویسی کرده باشید داخل کامپیوتر برای اینکه عدد رندوم تولید کنه یه نقطه‌ای میخواد دیگه.
یه عددی شما بده 2 بده 5 بده 90 هر عددی یه عددی بده. این مهمه چند رقمی باشه؟ نه صفر بذار اصلا یه عددی بده کار برای شما میاد. خب به اسلاید برگردیم و خب یکی از قابلیت هایی که واقعا استفاده از نرم افزار DSS Vensim رو جذاب میکنه بحث اپتیمیزیشن. من یه ترکیبی از اپتیمیزیشن و تحلیل حساسیت رو که تو رساله دکترام استفاده کردم رو خدمتتون عرض بکنم. به اونجا ما راجع به افزایش یا بهبود منافع ملی حاصل از سیستم ارزی نفت داشتیم کار میکردیم. یه قسمت بازار نفت بود که قیمت تعیین می‌شد، یه قسمت هم صنعت داخلی بود که موضوع داخلش این بود که بودجه چقدر کجا صرف چی بشه تو صنعت نفت، تو پایین دستی و مثلا بالا دستی و بعد طرف عرضه یا طرف تقاضا هم بخشش مدل کرد. خب اونجا کلی پارامتر سیاست گذاری داشتیم. خب سوالی بود که من که نمی‌تونم مثلا 100 تا مدل بوده 800 تا متغیر داشت، مثلا من که نمی‌تونم 100 تا پارامتر سیاست گذاری رو عوض بکنم و بعد به سیاست گذار بگم اگر تو این 100 تا کار رو کردی اون احتمال بگم من تا این 100 تا کار رو بکنم که جان به جان آفری تسلیم کرده نمیرسه به اون رو من قد نمیدیم. اونجا اول تحلیل حساسیت کردیم بر بستر سناریو، تازه یعنی هم سناریوها رو داشتیم یه جدولش برای ما یه نمودار تحلیل حساسیت به شما دادیم، اونجا یک جدول تحلیل حساسیت داشتیم که تو کدوم سناریو کدوم پارامترها چقدر حساسیت فرق داشت و بعد از اونجا شناسایی کردیم که مثلا این 10 تا پارامتر پارامترهای حساس ما هستن. بعد اونها رو بردیم توی دل اپتیمیزیشن که حالا از توی دل اینها با اپتیمیزیشن ما باید یک بسته سیاستی رو طراحی بکنیم که بتونه به سیاستگزار کمک بکنه برای سیاستگزاری بهتر. حالا باز خود اپتیمیزیشن هم یه چیز کلیه، مثل نرم افزار که هر چی بهش بدی همون رو به شما میده، اپتیمیزیشن همینطوریه. شما اگر مثلا فضای شدنی رو همینطوری یهو در اختیارش قرار بدی خب میبره تو اکستریم پوینت ها شما رو دیگه. بعضی وقتا لازمه بهش دینامیک فضای شدن رو بدی، مثلا بگید پارامتر فلان توی این بازه ها اینطوری تغییر میکنه، یعنی خود اون فضای شدنی هم یه بعد زمانی بهش بدی شاید نیاز باشه. مثلا ما کاری که توی اون رساله انجام دادم من این بود که فرض کردم میزان تغییرات بودجه تو بالا دستی پایین دستی تو هر دولت نهایتا 10% جابجا بشه که دولت به دولت دوچار مشکل نشه. خب من این رو اسلایدار رو با هم بریم جلو. خب کاربردهایی که بخش اپتیمیزیشن نرم افزار داره، اولا بحث ولیدیشنه که ما مدل کالیبریشن رو داریم، یه قسمت پارامتر استیمیشن داریم، یه وقتایی ما مقدار یه پارامتر رو نمیدونیم ولی مقدار بقیه رو میدونیم، یه کالیبریشن انجام میدیم برای اینکه مقدار اون پارامترهایی که نمیدونیم رو شناسایی بکنیم. یعنی لزوما اینطور نیست که ما حتما همه چی رو بدونیم. یا خیلی میگه آقا من دو تا مثلا 20 تا پارامتر دو تاشو نمیدونم، اینا رو میام استیمیت میکنم با خود کالیبریشن که با هم میتونیم انجام بدیم. و بعدیش هم بحث پالیسی اپتیمیزیشن هست. خب اولین چیزی که ما توی اپتیمیزیشن نیاز داریم اینه که یه پیا فانکشن تعریف بکنیم. ما برای اینکه مدل بفهمه چی خوبه چی بده اول باید یک پیا فانکشن داشته باشیم که به ما بگی که این مقدار شبیه سازی الان خوبه یا بده. یه وقتایی ما میخوایم تو اپتیمیزیشن مینیمم کنیم، یعنی باید یه سمت دیگه حرکت بکنیم، وقتی میخوایم ماکسیمم کنیم معنی خوبت پس اینجا عوض میشه. پس ما یه پیا فانکشن باید تعریف کنیم. پیا فانکشن در واقع یک عددی است که کل مدل رو مثل که ما ترجمه کردیم به عدد که بگیم الان خوب شد یا بد شد. پس پیا فانکشن یه عدد فقط. بعد ما اگر هرچی این عدد رو مثلا اگه کالیبراسیون داریم انجام میدیم، فرض کنید اختلاف بین داده تاریخی و هیستوریکال دیتا است، من اینو باید کمش بکنم. یا میخوام وقتی یه سیاست بیشینه ای داشته باشیم که چیزو زیاد بکنه این عدده. پس این عدد با ما حرف میزنه دیگه، به ما خواهد گفت که درست داریم میریم جلو یا نه. بعد از اینکه پیر فانکشن تعریف شد عملا نیاز داریم به اینکه تعیین کنیم که فضای شدنی ما کجاست. پس ما تعدادی پارامتر باید تعیین کنیم برای هر کدوم رنج یا فضای شدنی هر کدوم بدیم که فضای چند بعدی شدنی ما هم تعریف و ترسیم بشه. خب از مدل کالیبریشن شروع کنیم.
چند تا پیام اخلاقی اومده. یکی این که خروجی مدل با داده تاریخی بیفته رو هم لزوماً نشون نمیده که مدل ما مدل خوبیه. تست های اعتبار سنجی ساختاری و رفتاری رو باید انجام بدیم. مدل چون این دوباره از اون آفت های نرم افزاریه دیگه، شما بالاخره داده ها رو یه جوری یه کاری میکنیم با اون فیت میشه بالاخره دیگه، ولی آیا لزوماً این تونسته مدل خوبی باشه، مدل ولیدیه، ساختار دنیای واقعی رو تونسته نشون بده، آیا توی شرایط مختلف رفتار درستی از خودش، حالا درسته توی بازی تاریخی افتاده رو هم، ولی آیا شرایط درستی رو داره نشون میده یا نه. فرض بکنید که من تو داده تاریخی یک رفتار از شکل دارم، فرض بکنید داده تاریخی من، الان شما با هم بگید این دوتا رفتار کدومشون رفتار جذاب تریه؟ از نگاه یک سیستم انجینیر این بهتره، چون ساختار اس شیپ رو تولید کرده. خب ولی از نگاه کالیبراسیون اینو به شما میده، خطای کمتری داره. پس من بهتره رو این کار بکنم، یعنی از نظر من این رفتار رفتار بهتری از اینه، ولی از نظر نرم افزاری که فهم مدل سازی نداره خطای کمتر رو به من میده، چون تعریف کردیم آپتیمایزیشن بکنه برام. پس من باید حواسم باشه. یه تعدادی از مطالعات هست که میگن که کالیبراسیون رو همینطوری انجام ندید، اول کلاس‌های رفتاری رو، مثلا همون 6 تا کلاس رفتاری که کتاب استرمن هست، اول کلاس‌های رفتاری رو بشناسید. مدل باید اول توی رنجی از پارامترها بیفته که رفتار رو تولید بکنه، یعنی اگر این اس شکله بخوام میشه فهمید مثلا با شبکه اسبی که این اس شکله یا نه. من چند تا پارامتر تعریف می‌کنم، تقبلش و این بر اون بر اون اینا رو نقطه عطفش رو تعریف می‌کنم که من متوجه بشم از یک نمودار که این چه کلاس‌های رفتاری داره. بعد که فهمیدم کلاسش چیه، بهم میگه اگر پارامتر آ تو محدوده 1 تا 2 باشه این از کلاس اس شک خارج نمیشه. میگم خب اوکی، حالا که خارج نمیشه حالا برای من توی این محدوده کالیبراسیون. پس همزمان که داریم کالیبراسیون انجام میدیم که خطای مطلق شبیه سازیمون کم بشه، به جزئیات خیلی بیشتری هم باید توجه بکنیم. یک، مدل ولیدیشن ساختاری بود که قبل از اینکه ما بخوایم اون فیت بکنیم ساختارمون باید درست باشه که بتونه اس شک رو تولید بکنه. بعدش میگیم حالا اگر ساختارمون درسته و میتونیم اون رفتار رو بدیم، حداقل نزدیکترین حالت ممکن رو به داده تاریخی به ما بده. پس اینم گزینه بعدیه. خب اینم ادامه همون نکته است. خب اینم که تعریف کالیبراسیون. تعریف کالیبراسیون هم همینه که با هم دیگه زمینی بررسی کردیم دیگه. ما میخوایم خطای بین داده تاریخی و هیستوریکال دیتا رو کم بکنیم. باز راجع به مانوال بودنش یا اتوماتیک بودنش باز باید راجع به این فکر کرد که اگر این جاهایی میبینید که در واقع کالیبراسیون اتوماتیک رو ندارید، با دستی هم میشه کار رو انداخت. یه وقتایی هم مدل ساز به این نتیجه میرسه که کالیبراسیون اتوماتیک انجام میده، بعد میگه من یه جایی میخوام یه چیزی رو فدای اون یکی بکنم دیگه. توی وزنایی که برای حالا جلوتر میگم، وزنهایی که برای اپتیمایزیشن میذاریم، هرچی با این وزنا بازی میکنه میبینه درست از آب در نمیاد، جایی خودش میره دستی بعضی از تغییرات رو میده که بتونه خروجی مطلوب‌تری بگیره. خب بحث پارامتر استیمیشن هم اینجا داریم که من این رو مختصر عرض میکنم و میریم. یه وقتی من یه پارامتر رو میخوام شناسایی بکنم، بس تو اپتیمایزیشن هم بقیه جاها رو فیکس میکنم یه دونه رو باز میذارم. مدل وقتی کالیبراسیون میکنه مقادیر پارامترهای باز منو که بهترین فیت رو من بدن من خواهد داد دیگه، پس احتمالا این پارامتر عددش بوده همونه. ولی تنها راه پارامتر استیمیشن این نیست، حتما این کار رو، این خروجی که انجام میشه از نرم افزار تو پارامتر استیمیشن رو حتما باید با خبره تنظیم بکنید، که اگر خبره بگه آقا من محدودی که تو ذهنم بود بین 5 تا 10 بود، تو 55 در آوردی، درسته مدل داره به لحاظ متماتیکالی به من 55 میده، ولی نظر خبره باز مهم میشه. پس باز توی مدل سازی حواسمون باید به این گزینه هم باشه. پس پارامترها رو انتخاب میکنیم. میشه حتی نوع اپتیمیزیشن رو هم معلوم کرد، جزئیات این که این الگوریتم سرچ تو فضای شدنی چی باشه رو هم تعیین کرد که ما ازش عبور میکنیم. خب بریم سراغ ونسیم. من اپتیمیزیشن هم بگم. خب من دوباره اسم شبیه سازی رو عوض میکنم به اسم کالیبریشن.
خب من اسمو عوض کنم میکنم کالیبریشن، فقط توی دیتا ست هم این تایل حساسیت رو میبرم بیرون، بیستران و هیستوریکال دیتا رو میبرم. خب من هیستوریکال دیتای هاوسینگ ساپلای رو گذاشتم، باز دادم فرضیه ها، فقط همونطوری که توی هیستوریکال دیتا میبینید انگاری که داده تاریخی من یه خورده کنتر از سیمولیشن منه، مثل اینکه من الان این نمودار رو شیفت کنم این بعد درست میشه، منتها با چی و چه مقداری رو الان توی نرم افزار تعیین بکنیم که چجوری میخوایم این رو انجام بدیم. خب من اسمش رو عوض کردم، میام تو قسمت آپتیمایز، این آیکون آپتیمایز رو میزنم. وقتی آیکون آپتیمایز رو میزنم اول از من میگه که اون پیاپ تو با چه اسمی ذخیره کنم، مثلا میگم اسمشو بذار هاوسینگ، یه اسمی براش انتخاب میکنید، مهم نیست. اینو که میذارید یه housing.vpd vensim payoff definition دیگه برای شما ایجاد میکنه. اینجا الان باید ما بهش یک مثل آپتیمیزیشن تا به هدف دیگه بهش تعریف کنیم. من add رو میزنم این پنجره باز میشه، از شما میشه که payoff typeتون calibration یا policy، من calibration انتخاب میکنم. توی payoff detail میگه variable چیه، با چی میخوای مقایسهش بکنی، وزنش چقدره. من وریبل رو انتخاب میکنم هاوسینگ ساپلای، مقایسم چون داده تاریخی رو با بذارید من اینو قبلش توضیح بدم، من داده تاریخی مدلم رو یا باید ایمپورت بکنم از یه جایی یا توی در واقع متغیرم واردش بکنم. با این آیکون رفرنس مود من داده تاریخی رو وارد کردم، یعنی بعد از اینکه رفرنس مود رو می‌زنید رو هر متغیری کلیک بکنید اسم از شما می‌پرسه، هر شما نمی‌خوام الان اینا با هم قاطی بشه نمی‌ذارم، بعد که اینو اسمش رو اوکی کردید سال به سال زوج مرتب از شما می‌گیره. این نمودارهایی که می‌بینید الان نمودار قرمز رنگ که اینجا می‌بینید رو من داده‌شو دستی از طریق همین رفرنس مود وارد کردم، واسه رفرنس مود می‌زنم اونجا عددشو وارد می‌کنم. امیدوارم الان ایراد رو اون نگیری که من مجبور نشم دوباره اندازه رو از نو وارد بکنم. پس میرم تو آپتیمایز، اسم رو از من میخواد، من هاوسینگ رو وارد میکنم، دفعه یه بار باید شبیه سازی انجام شه که دیگه دوباره از شما وی پی دی رو نخواد اسمشو. اد میکنم، کالیبریشن رو میزنم، اینجا هاوسینگ ساپلای رو میزنم و میگم با خودش مقایسش بکنه. وزن برای حالتی معنا پیدا میکنه که من چند تا متغیر میخوام وارد بکنم. خب یه وقتی رنج متغیرم تو عدد 1000 حدود 1000، رنج متغیرم حدود 1/100. خب من اگر خطای این دوتا رو با هم بخوام مینیمایز کنم، خب خطای 1/100 چقدر میشه خطاش؟ حذف میشه عملا. پس من باید یه وزنی بدم. وزن متعارفی که در نظر میگیرن 1/100. منتها توی حالتهای مختلف این وزنه میتونه تاثیرگذار باشه. فرض کنید که میخوایم نرمالایز بکنیم خطا رو دیگه، یا حالت هم اینه مثلا 1/ برای ماکسیموم داده تاریخی بکنیم یا 1/ برای میانگین بکنیم، میخوایم وزن بدیم خلاصه بشه. حالا اینکه وزن به غیر از یک فیلد استاندارد دیویشن کار دیگه میشه کرد، خیلی کار دیگه میشه باش کرد. مثلا یه وقتایی ما تصمیم میگیریم آمدن فلان متغیرمون کالیبرتر در بیاد چون برامون خیلی مهمتره، پس من وزناشو تغییر میدم، دستی تغییر میدم. این وزنه تعیین کننده است که من چی رو شهیده چی بکنم، پس اینجا میتونیم این رو داشته باشیم. من چون فعلاً یه متغیر هست اوکی میکنم، میتونم باز اد بکنم دیگه، ولی با همین اوکی. نکست رو میزنم. اینجا آپتیمایزر شماست که میتونید همون الگوریتم سرچ رو تعیین بکنید که این چی باشه، چجوری استاکستیک باشه نباشه. من کاری با اینو ندارم فعلا، جزئیات اینو بهش کاری ندارم. اینجا از شما فرضیه شدنی رو میخواد، اد کانستنت رو میزنی، مثلا من میگم لند پر یونیت رو به من بده. اینجا مقدار عمومیشو دوباره آورده، محدودش میگه چقدر باشه، من میگم تو محدوده 8 تا مثلا 1/12 به من بده، اد میکنم. یا مثلا همون یونیت پر پرسن رو دوباره ازش میخوام که میگم این رو توی عدد مثلا این بار دارم از منظر سیاستگزار نگاه میکنم دیگه، توی سیاست هام و یا الان که دارم کالیبره میکنم میگم من یونیت پر پرسنم
یه عدد توزیع داره دیگه. تو سالهای مختلف رفتار آدم ها عوض شده، خونه ها کوچیکتر شده، مثلا لایف استایل ها عوض شده، من رنج بهش میدم، حدودا نمیدونم، مثلا میگم همون دو دهمو بگیر تا شیش دهم. خب بعد که اینو عرض کردم نیکست رو میزنم، اینجا پی آف ریپورت رو کلیکش رو میزنم که تهش به من بگه که پی آف هم چند شد. اگر اینو نزنم گزارش نمیده، الان گزارش به من میده. بکنم اینجا دیتا سورس رو میخواد که من باید دارم هیستوریکال دیتا رو انتخاب بکنم. خب همونطور که میبینید وقتی که فینیش رو میزنم دارو هم یه لمپر یونیت یک بود و یونیت پر پرسن چهارده هم بود. بعد از یک سیمولیشن، در سیمولیشن یک پیاف شما منفی چهار بود، الان این شده منفی دو، ببینید به صفر نزدیکتر شده. لند پر یونیت شده یک و یک و چهارده و یونیت پر پرسنت هم شده دو دهم. 48 تا سیمولیشن هم انجام داده. خب الان من تو کالیبریشن برم سراغ هاوسینگ ساپلای، رفتار متغیر در حالت قبل و بعد رو به من داره میده که حالا این کمی نزدیکتر شد. حالا من یکی از پارامترها رو برمیدارم، حذف می‌کنم، اینو کاملا فیت می‌تونم بکنم. باز به اینکه من چه پارامتری رو برای کالیبریشن انتخاب بکنم نسبت به نمودار قرمز رنگ و آبی رنگ می‌تونم تغییر ایجاد بکنم. حالا فرض بکنید که من کالیبراسیون انجام بده. خب بعضی اصلا انجام نمیدن، یعنی شاید اصلا فضایی نبوده که انجام بده، بعضی انجام میده. ولی علاوه بر اینکه کسی که با داده تاریخی کار میکنه مدلش مدل واقعیه، احتمالاً بدون کالیبراسیون شاید از نه پذیرفتنیه. دقت مدل کم شده، دقت مدل کم شده، خیلی نمیشه بهش همچین خورده ای گره. من فکر کنم باید لند پر یونیت رو دوباره بزنم، یه عدد بین 8 و 1 و 2 دهم باز بهش میدم و فینیش. ببینم این دفعه فیت میشه. مثلا یه مقداری رفتارش نزدیک تره. حالا من باید اونقدر با این پارامترها و فضای شدنی کار بکنم که بتونم بهترین فیت رو بدم دیگه. ما فقط راهش رو داریم میگیم دیگه. خود همین فیت کردنم یه بزن و هورو نیست دیگه. هی باید فضای شدنی رو عوض بکنیم، پارامترها رو عوض بکنیم، رنجاشون رو عوض بکنیم. ببینید چی میشه. بعضی وقتا کانفلیکت وجود داره بین رنجا. یعنی مثلا اونا رو بعد دیگه بگردیم دستی پیدا کنیم. مثلا من نمیتونم نسبت به حالت نرمال مثلا چه میدونم احتمالاً این نخواهد شد که مثلا بودجه پژوهش رو زیاد میکنم بعد بهره وری پژوهش هم کم بکنم. ولی اگر آپتیمایز کردیم رفت تو صفحش، این رفت تو کفش، یه خورده رفتارش نمیچسبه به من، باید دارم اینا رو دستی اصلاح کنم. ولی این فرآیندیه که ما توی آپتیمایزیشن عملا انجام میدیم. حالا شاید من باید لندم رو کم و زیاد میکردم یا نورمال هاوسینگ کانستراکشن هم کم و زیاد بکنم ببینم چی میشه. میخوام این فیت بشه، یه بار فیت شدنش رو ببینیم. نورمال هاوسینگ کانستراکشن هم عددش 15 صدومه، مثلا بین 1 دهم و 2 دهم بذارم. ما چون کار در واقع حالت اوتومیشن خودش این اتفاق رو ایجاد کرد. نه شما باید تعریف کنید. ببین الان مثلا من اینو گذاشتم تقریبا فیت شد با داده تاریخی. خب یعنی بالاخره شما فضای شدنی بعد می‌گردید پیدا اون تایید حساسیتی که گفتم یه جایی هم توی به درد می‌خوره دیگه. شما می‌دیدید که الان این وقتی الان تایید رو این پارامتر رو تایید حساسیت می‌کردم می‌فهمیدم که این تو این رنج داره حساسیت نشون میده دیگه. خب گفتم خب اینه. حالا من با سعی خطا پیدا کردم این پارامتر است که داره رفتار اینو جلو عقب می‌کنه. خب ولی در واقع درست کالیبریشن اینه دیگه. شما پارامترهایی که عدم قطعیت توش داری، مثلا خبره به شما گفته این حدودا 3 دهمه، اون حدودا 5، اون حدودا 100 بودن. چون همه داده ها که هیچ وقت نداریم به جز در ایران که مثلا مشکل داده داریم که خیلی از داده ها نداریم. این حدودا رو بعداً یعنی شما وقتی تو کار مدل سازی دنیای واقعی وقتی با خبره داری مصاحبه می‌کنی، ضمن اینکه داری دینامیکا رو ازش می‌پرسی، پارامترها رو ازش می‌پرسی. که حالا این حدودن اونجا دو چقدر بوده، حدودن اینجا چقدر خرج شده، حدودن اینجا چی بوده، این حدودن ها باید با خبره هم باید
همینجور رفت شده. خب این که میگه حدوداً 20 درصد کمی رو بیشینش چقدره؟ تو چه رنجه؟ اینا رو یه خورده میگه تا بتونید کار رو جلو ببرید. این هم بحث کالیبریشن ما بود. خروجی ازش ببینیم، ببینیم که چیکار داره میکنه. بهتر نیست که اینجا همش بخواییم بازه. ببینید اون یه خطری داره دیگه، یعنی شما ونسیم رو میگه خودت هرچی دوست داشتی به من بگو، این خیلی خطرناکه. شما باید به عنوان مدلساز رنج ها رو بهش بدی، بگی من چون ببین ممکنه یه پارامتر رو اونقدر زیاد بکنه که اثر یه بخشی از مدل خونسا بشه کنه، یعنی مثلا یه پارامتر اونقدر زیاد بکنی مثلا بیارم داره رو صفر مثلا یه قسمتی از مدلتون از کار بیفته، مثلا شما متوجه نمیشید چه اتفاق افتاده ببینید اگه مدلتون بزرگ باشه فضای شدن رو حتما باید کارتون کنید. یا ممکنه من اینجا بخوام در واقع توی این کالیبریشن حالا پالیسی بخوام تعیین بکنم، من این رو دیلیت میکنم یه دونه عرض میکنم پالیسی رو میزنم، چی رو میگم اضافه کنه؟ پوستین کانستراکشن ریت هم مثلا میخوام ببینم یا پاپیلیشن هم در چه پوستین کانستراکشن ریت هم میدم بهش، یه من میخوام این رو ماکسیموم کنم، اگر عدد مثبت بذاریم بیشترش میکنه تو پالیسی، عدد منفی بذاریم کمترش میکنه تو پالیسی، پس این یک و منفی یک یا وزنهایی که ممکنه چند تا داشته باشیم اگر بخوام مینیمم کنه باید اون یه دونه رو. در مورد پالیسی هم حواسمون باید به این باشه که نرم افزار انتگرال کل بازه زمانی رو ماکسیموم میکنه، پس اگر یه استاکی فقط یه نرخ ورودی داره مثلا ما نرخش رو آپتیمایز بکنیم یا استاکش رو فرق برامون ایجاد نمیکنه، انباشت کل بازه زمانی رو در نظر میگیره. خب پس من دوباره میرم اینجا و این رو انتخاب کردم، میام توی مرحله بعد، حالا هم میتونم این رو بهش بدم یا هر پارامتر دیگه رو خواستم براش تعریف میکنم و فینیش میکنم. اینجا به من میگه که اگر میخوای پوستین کانستراکشن ریتت ماکسیموم بشود در گذر زمان از سطح زیر منحنیش، این حالتی که بهت میدم سیاستی که توش تعریف شده دیگه حالت بیشتری خواهد بود. حالا من اگر تو فولدری که مدلم سیف شده برم، الان کلی من اینجا فایل دارم، همین فایلایی که .voc و .vdf همون هم که از قبل میدونیم وجود داشته vpd مون اینا همش اینجاست. کالیبریشن رو الان بزنم، همین عددمون رو گذاشته مثلا روی 2/10، پس من میتونم اینجا اگر بخوام مدل و بیس رانش رو عوض کنم اطلاعاتش رو میام از اینجا نگاه میکنم یا همون پی اف ریپورتی که داره نگاه میکنم و میرم توی مدل اعمال میکنم. این کل کاریه که انجام میشه. مطمئن که عرض کردم ریزکاری های انتخاب فضای شدنی، ریزکاری که من چی رو کالیبره یا تحلیل حساسیت یا پالیسی انجام بدم، ریزکاری که چی رو فدای چی بکنم، از چی صرف نظر بکنم و چی جوری اپتیمیزیشن رو انجام بدم خودش مسئله میشه. بعضی وقتا پارامترهای من بعد زمان دارن، یعنی مثلا من میدونم در مثلا این دولت این اتفاق نخواهد افتاد ولی در اون دولت این اتفاق خواهد افتاد، در دولت بعدی اینطوری خواهد شد، محدوده‌ها رو میدونم دیگه، میگم این دولت، یا مثلا سناریو دارم میگم اگر فرض کنیم دولت بعدی اصلاح طلب باشد، اگر دولت بعدی اصولگرا باشد، خب اینا توی یه سری از متغیرهایی که توی سیستم ما داریم رنج تغییرات عوض میشه، میگیم خب این از این به پایین، این از این به بالاست، پس من یه جایی لازمه که تو سناریوهای مختلف رنج بدم برای اپتیمیزیشنم و اگر میگم اینو 20 معمولا من خودم توی اپتیمیزیشن تحلیل حساسیت یک ضریب میذارم که این ضریبه درصد تغییرات باشه و بعد اون درصد رو جابجا میکنم، نه عدد مطلق پارامترها رو، یه ضریبی که مقدارش در حالت دیفالت 1 رو ضرب در پارامتر میکنم، اونو میگم بین مثبت منفی 10% جابجا کن به عنوان یه تابل کمک، بله، و بعد اونجا میتونم برام تعریف بکنم که این پارامتر مقدارش تا زمان فلان شما پرسید عدد 1 از اونجا بعد میتونه کم و زیاد بشه و بعد با اون میتونم کار بکنم، اینترس میذارم یا ولی میگم که اونو توی گذر زمان استاک فلو خب سخت میشه، یعنی پر توابعی میشه که معلوم نیست. بله بله، شما به عنوان مدل سازی یه مدلی داری که خودت میفهمی
نمایشی که از مدلت به مخاطب میخوای بدیم باید یه خورده اضافاتش، مخلفاتش، مثلا ممکنه خیلی پارامتر اضافه کردی که فقط تغییر حساسیت رو انجام بدی، همه اونا رو حذف کنی، نیازی نداری شما توی استاکفلو دایگرامت بذاری، خرت و پرتاش رو میذاریم کنار، اصل مدل که استاکفلو باشه اونم میذاریم توی قسمت یک. ببینید وقتی شما دو تا متغیر رو میخواید دارتون یعنی تا براتون دو متغیر است، میگید هم اختلاف بین مثلا تو کالیبراسیون من چون یه داده تاریخی داشتم یه دونه گذاشتم، هم اینو میخوام کالیبر بکنم هم اینو میخوام کالیبر بکنم، این رنجش تو رنج میلیون بود، این رنجش تو رنج هزار بود، من اگر این دوتا رو میخوام کالیبر بکنم کدوم اولویت براش بزرگه دیگه، پس اون یکی رو رها میکنه این یکی رو کالیبر میکنه. یه وقتی میخوام موازنه کنم میگم اوکی من سعی میکنم یه مقدار از این کالیبر کنم یه مقدار از این بین این دوتا، اون ویته اگر بذارید یک بروی استاندارد دیویشن حالت نرمالشه وقتی بیش از یه دونه دارید، ولی بسته به هدفتون از کالیبریشن و مدل سازی ممکن این وزنه تغییر کنه. حالت دیفالتش هم اینه که خودمون در واقع تابع هدفه پیافه عدد یک داره مثبته، یعنی میخواد در واقع به سمت رشد تو پالیسی، تو قسمت پالیسی نه کالیبریشن، داره به سمت رشد، یعنی سرو میخواد ماکسیمم من پالیسی که به پیشنهاد داده بود اینو زیادتر کرده. خب اگر منفی یکی داشتم میاردش پایین. پالیسی مثبت یک بذاریم منفی یک برای لازم نیست که تقسیم برای چرا اون یک تقسیم برای استاندارد دیویشن رو بالاخره خواهید داشت دیگه، اون برای وقتی که شما چند تا دارید، اگر هم وزنشون براتون یکی که همه رو یکسان بذارید یک.